یه سری اکشن ها و موشن ها و افکت ها هستن که شما بارها و بارها توی نرم افزار پریمیر اجرایش میکنین و انجام دادن چندین بارش کلی ازتون تایم میگیره. بهترین راه حل اینه که شما بیاین در واقع یک سیوی از اون کاری که اون اکشنی که دارین انجام میدین یه گوشه ای داشته باشین که اگر خواستین زمانی عیناً عین اون اکشن رو اجرایش کنین به راحتی بتونین خیلی راحت در کمترین زمان ممکن استفادهش کنین. اسم این کار میشه ساختن پریست که من توی این ویدیو میخوام ساختن یه پریست رو بهتون یاد بدم. بریم که با هم شروع کنیم. خب ما میایم یه لوگو رو که حالا فرض بگیم این لوگوی منه و میخوایم که براش یه پریست بسازیم که هر بار من مجبور نباشم که لوگومو اگر زمانی میخوام انتهای همه ویدیوهام استفاده بکنم هی بیام این تغییر پوزیشن بدم، تغییر اسکیل بدم و یه چیزی رو براش میسازم و اونو سیو میکنم. حالا بریم توی قسمت ایفکت کنترل، از قسمت پوزیشن. من میام براش کی فریم ایجاد میکنم و نحوهی که میخوام لوگوم در واقع دیده بشه و توی کار بیاد رو اعمال میکنم. حالا هر کار دیگه که خودتونم میخواین انجام بدید برای موومنت این لوگوتون میتونین انجام بدین. حالا من به طور مثال من فقط این کارا رو انجام دادم و الان میخوام که همه کارهایی رو که توی بخش ایفکت کنترل انجام دادم رو سیو کنم. کنترل A رو میزنم و همه این لایه ها در واقع الان سلکت شده. اگر دقت کنی لایه تکستم، وکتور موشنش و همچنین اپوسیتیش. اگرم فقط خواستین که فقط یکی از اینا رو در واقع سیو کنین، مثلا وکتور موشنش رو میخواین سیو کنین، روی همین لایه اگر کلیک راست کنین سیو پریست رو که بزنین فقط همین لایه سیو میشه. اما من میخوام همه اینها رو سیو کنم، پس کنترل A رو روی کیبورد میزنم، در نهایت کلیک راست سیو پریست. خب حالا وارد این قسمت که بیشیم میتونیم اولا اسمش رو انتخاب بکنیم که من میذارم لوگو انیمیت. حالا این سه تا چی هم؟ توی قسمت تایپ سه تا گزینه داریم. اگر اسکیل رو انتخاب بکنین، اسکیل کارش اینه که میاد اگر زمانی که شما این لوگو انیمیت رو بخواید روی یه فوتیجی استفاده کنین که 10 ثانیه است و بعدها بخواید روی فوتیج دیگه استفاده بکنین که اون فوتیج 30 ثانیه است، خب اینا با هم فرق میکنه دیگه و این خودش به صورت هوشمندانه تشخیص میده که چقدر اختصاص بده، چند ثانیه اختصاص بده تو اون 10 ثانیه و تو اون 30 ثانیه، چند ثانیه رو به خودش اختصاص بده. اگر بریم روی گزینه دوم که من نمیتونم خوب تلفظش کنم، انکر تو این پوینت، اگر تو این پوینت رو انتخاب بکنیم میاد ابتدای کارتون، ابتدای فوتیجتون اعمال میشه و اگر تو اوت پوینت رو انتخاب بکنیم انتهای کار قرار میگیره. و من چون میخوام آخر کار نمایش داده بشه میام آخرین گزینه رو انتخاب میکنم. توی قسمت دیسکریپشن هم میتونین یه سری توضیحاتی رو که میخواین بنویسین. در نهایت اوکی و تموم. حالا ما این پریست رو از کجا بیاریم؟ توی قسمت افکت گزینه اول پریسیتس و اینجا میتونین اون پریستی که سیو کردین رو پیدا کنین و اون پریستی که ساختیم اسمش لوگ انیمیت بود که اگرم اینجا نگه داریم توضیحات همون در واقع دیسکریپشنی هم که براش نوشی این گوشه میاد و این همه اون پریست هایی که من از قبل ساختم و خب کارامو خیلی سرعت میبخشه و میتونم چیزهایی رو که از این قبیل، کارهایی که از این قبیل تکراری هستن و اینجا سیو داشته باشم و سرعت عملمو توی کار خیلی بالا میبره. منتظر ویدیوی بعدی من باشین و خیلی خوشحال میشم که اگر موضوعی رو دوست دارین که راجبش صحبت بکنم برای من حتما کامنت کنین. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.